تانک آوردن اینجا. مگه ما چی هستیم که برای ما تانک بیارن؟ مگه ما چی هستیم بابا؟ ماها دست خالی. ما اگه پول داشتیم اسلحه بخریم خب میرفتیم نون میخریدیم. از سرکوب مرگبار معترضان تا جاری شدن فاضلاب در خیابان‌ها و خانه‌ها، علت محرومیت خوزستان چیست؟ مردم خوزستان هنوز رخت اعضای کشته‌های اعتراضات اخیر بر تنشان بود که سیل و فاضلاب به زندگیشان افتاد. جاری شدن فاضلاب در کوچه و خیابان، خانه و بیمارستان در اهواز و چند شهر دیگر یادآور سیل بزرگی است که فروردین ماه این سرزمین را درنوردید. ساکنان یکی از نفتخیزترین استان‌های ایران با گذشت 30 سال از جنگ، نه آب آشامیدنی سالم دارند، نه هوای سالم. خوزستان که زمانی با رودخانه‌های بزرگش یکی از حاصلخیزترین استان‌های ایران بود و تأمین کننده بخش عمده صادرات نفت این کشور، در اعتراضات اخیر صحنه خونین ترین سرکوب‌ها بود. چرا؟ ریشه محرومیت و فقر این استان کجاست؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اما ابتدا گزارشی ببینیم از کسرا ناجی که نگاهی کرده به وضع این استان و آنچه مردم آن می‌گویند. این دیشب در اهواز بعد از باران‌های دو روز گذشته. باران بخش‌های بزرگی از شهر اهواز، آبادان و چند شهر دیگر را زیر آب برد. در اهواز ظرف چند ساعت 70 میلی‌متر باران بارید. 7 برابر ظرفیت جمع‌آوری شبکه فاضلاب شهر. خانه‌های خیلی‌ها در میان آب سیلاب و فاضلاب و بوی ترفند. مقام‌های دولتی می‌گویند شبکه فاضلاب اهواز که قدمت آن به سال‌های قبل از انقلاب برمی‌گردد، سال‌هاست که فرسوده شده و ظرفیت کافی ندارد. توضیحی که برای خیلی‌ها کافی نیست. کلی بارون می‌زد، سه روز بارون می‌زد، فاضلابمون گرفتار همچین مشکلی نمی‌شدید. تمام فاضلاب‌های کوت عبدالله، تمام فاضلاب‌های شهرک بسیط همه ریخته رو سر خودمون همینجا. بارون اومد اینجا. کل آب و ایور اومد خیابون، اومد داخل خونه. اینم کلام هم ترک برداشت. ما اصلا هیچ امکانات نداریم. الان من نمیدونم چیکار کنم. پر آب شدم. ذلیل شدیم. رفتم پیش همسایه‌ها نشستم. فرشمون چیده اما همشون غرق شد. این بنده خدا الان خانمش بارداره، داره میبرتش بیمارستان. آب بارندگی همش میرفت اونور. اومد شهرداری، اومدن آقا به اینا مجوز ساخت ساز دادن، نه کانال آبهای سطحی رو گذاشتن که مثلا آب سطحی بره اونجا تو اون کاناله، نه فاضلاب درست حسابی درست کردن، هیچ امکاناتی درستن، فقط مجوز ساخت بهشون دادن. فاضلاب گرفتگی خانه ها یکی از تازه ترین بلایایی که سال هاست خوزستان با آن دوچار شد. همین ماه گذشته صدها نفر در این استان به دست نیروهای امنیتی کشور کشته و زخمی شدند. بعد از اعتراضهایشان به بالا رفتن قیمت بنزین و وضع خراب زندگیشان. شما تو هر خونه ای بری یکی دو تا بیکار هست و 20 تا پتروشیمی هست، بندر هست، صادرات هست، بندر صادراتی هست، همه چی هست. چرا باید بچه های ما بیکار باشن؟ این فیلمی ساخته یکی از فیلمسازان نزدیک به حکومت ایران که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود. از اوضاع شهر ماهشهر، صحنه یکی از خونین‌ترین سرکوب‌های اعتراض‌های اخیر، فیلمی از احساسات عمیق مردم از وضعشان و از حکومتشان. من عکس دوستاشونو دارم که اینجا نصب شده بود. تانک آوردن اینجا. مگه ما چی هستیم که برای ما تانک بیارن؟ مگه ما چی هستیم بابا؟ ماها دست خالی. ما اگه پول داشتیم اسلحه بخریم خب میرفتیم نون میخریدیم. اگه شنیده باشید که 10 روز پیش مردم ایستادن بیرون، راه ها رو بستن. مردمی که بیرون راه رو بستن، خدا شاهده، به خاطر بنزین نبوده. مشکل مردم بنزین نبوده، فقط مردم منتظر یه جرقه ای بودن، خسته شدن، ترکیدن دیگه، اینجا رسیده بود. رودخونه یه اندازه ای داره، بالاخره طغیان میکنه. این طغیانش یه بهونه بنزین شده، اینا هم طغیان شده. مردم شهرک طالقانی کسی که بهشون تیر نزنه نمیفته دنبالشون، کاری نمیکنن. آقا یه آدمایی اومدن اینجا، محیط شهرک رو نمیدونستن چی به چیه، وارد کورا شدن، تنبتن شدن. چند نفر اینجا کشته دادن، عزادارها تو خونه هاشون دارن گریه میکنن. مگه بچه‌ش چیکار کرده؟ مگه بچه‌ش داعشیه؟ مگه بچه‌ش منافقه؟ بچه‌ش اومد تو خیابون یه داد زد، گفت بابا من بیچارم، بابا من نون ندارم بخورم. هر کی حرف بزنه گوششو میگیرن، میگن تو ضد انقلابی، ضد رهبری. بابا این چیه شما یاد گرفتین؟ موقع انتخابات که میشه خواب باید بیا اینجا همجا خودت بیا فیلم بگیر. چند وقت دیگه مردم شهرک میشن شهید پرور، مردم شهرک میشن آدمای خوب،
معتمد، همه چی. خب انتخابات که تموم شد همه به در نمیخورن. خب چرا؟ آشوبگر کجا بوده؟ کجا آشوبگر تو شهر بود؟ کجای شهر خراب کردن؟ کجای اموال دولت خراب کردن؟ اگر جایی باشه شیشه شکسته باشه، جایی شیشه نوشابه شکسته باشه تو شهر، من مسئول گردن میگیرم. بابا آشوبگر چیه؟ داعشی چیه؟ خب اینا بابا نون شب ندارن. من خودم الان لیسانسم ولی بیکارم، بیکارم. میفهمی بیکار چیه؟ سراغ دارم از بیکاری زنش رفته طلاق بده. طلاق دادم، گفت آقا ندارم، کل نون ای زن و بچه های جور کنم. تو کار بهش بده، خب هیچی ازت نمیخواد. پول مفتی آقا ما از کسی نمیخوایم، پول مفتی نمیخوایم. کار ازم بکش نون بهم بده. تو خواستای زیادیه به نظره؟ هر کی هم بهت میگه ما تابع انقلابی و فلان اینا، همش حرفه. زبونی حرف میزنن چون مردم میترسن. من بهت میگم همه مردم دلشون پر. به خاطر چی؟ به خاطر تبعیض، بیکاری، به خاطر اینکه نادیده گرفته میشن. خوزستان در جنوب شرق ایران زمانی یکی از حاصلخیزترین استانهای ایران بود، با رودهای پر آبی که بخشهای مختلف استان را آبیاری میکرد. استانی که شامل بخش اعظم میدانهای نفتی کشور هم هست و منبع شاید 80% از نفت صادراتی ایران. سقوط خوزستان از جنگ ایران و عراق شروع شد، جنگی که زیران خم شد و به دنبال آن بحرانهای مختلف، از ریزگردها گرفته تا خشکسالی و بی‌آبی و خشکی رودخانه ها تا طوفان‌های شن و سیل و بالا گرفتن نارضایتی ها و به زندان افتادن هزاران نفر. امروز خوزستان آسی و خشمگین. کسرانجی، بی بی سی. یکی از شهروندان استان خوزستان از جنوب ایران با ما است. به ما از بستر اجتماعی که این اعتراض ها در شکل گرفت بگید. خوزستان در واقع به عنوان یک استان پهناور و متکثر از نظر قومی و فرهنگی میشه گفت به شکل یک ایران کوچکه و وضعیت اینجا به شکلی که خب مردم اقوام مختلفی وجود دارن با مشاغل مختلف. در طول این 40 سال گذشته مثل همه جاهای دیگر کشور هم از نظر محیط زیست و هم از نظر اجتماعی خب این جامعه دچار آسیب‌های متعددی شده. و اینکه خوزستان چرا این اعتراضاتش اوریانتر از همه جا به نظر میرسه بروز کرده، اینه که مردم خوزستان بیش از جاهای دیگر تبعیض رو حس کردن. از این جهت که شما توی کلیت رو وقتی نگاه میکنید میبینید که جمهوری اسلامی سال هاست که حیات و مماتش رو به صنایع مادر در واقع بسته، به نفت، پتروشیمی و فولاد. و مردم خوزستان اینجا، من میخوام اینو بگم که مردم خوزستان اون تبعیضی رو که حس میکنن شاید بیشتر از دیگر استانهای محروم کشور نباشه، اما اون چیزی که باعث میشه اونها اینطور عکس العمل نشون بدن اینه که اونها یک قشر دیگری رو میبینن که در واقع متصل به همین صنایع مادر هستن و اونها اینجا زندگی های اشرافی دارن. یعنی مردم بومی نیستند این افراد؟ بله، عدهش بومی هستن، عدهش هم بومی نیستن. الزاماً به بوزو بومی بودن و بومی نبودن مرتبط نیست، اما گفتم چون جمهوری اسلامی بسیار به این قشر توجه میکنه، چون درآمد عمدش از این هاست با توجه به اینکه کشاورزی رو نابود کردن، دامداری رو نابود کردن و به این قشر توجه بیش از حدی میشه. یعنی در خوزستان یک در اقصانهات و خصوص جنوب خوزستان در واقع اهواز، ماهشهر، آبادان چون این صنایع وجود دارن، پتروشیمی، فولاد و نفت، اینجا شهرک هایی هستن که متعلق به همین صنایع هستن و شهرهایی هستن که متعلق به همین صنایع هستن و واقعا نوع زندگیشون بسیار بسیار متفاوت از مردم عادیه. عرض کردم یعنی ممکنه که واقعا یک کارگر خوزستانی وضعش اونچنان بدتر از یک کارگر مثلا اهل کرمان نباشه، اما
ممکنه اون اهل کرمان تبعیض رو به این شکل درک نکنه، یعنی در کنار گوشش یک نفر با یک زندگی آنچنانی وجود نداشته باشه، ولی اینجا وجود داره. علت این تبعیض چیه به نظر شما آقای محسن؟ من عرض کردم به خاطر اینکه خب جمهوری اسلامی از اونجایی که در حوزه‌های مختلف ناکارآمد بوده و نتونست مدیریت کنه، به خصوص حوزه‌های مثل کشاورزی، مثل دامداری و محیط زیست رو در واقع و حالت اقتصاد به صورت کلی رو، بیشتر فشارش رو در واقع گذاشته روی همین بخشه. یکی از دلایل سرکوب‌های شدید در این در خوزستان هم همین بستن شاهراه در واقع پتروشیمی بود، اونطوری که خودشون اعلام کردن. یعنی با توجه به اینکه به اون طرف ماجرا بسیار توجه میشه، این خشم مردم چندین برابره به نسبت خشم مردم دیگر جاهای کشور. فکر میکنید که سرکوبی که اتفاق افتاد آقای محسن منجر به آرام شدن این خشم شده؟ نه، خب آرام خشم رو که آرام نکرده، در واقع خشم رو فرو برده، وگرنه آرامشی که به وجود نیامده. ولی خب بله، خشم فرو خورده شده و مردم قاعدتا ترس زده هستن، چون خب سرکوبی به شکلی بوده که به خصوص در شهرهای کوچک به شکلیه که خیلی طول خواهد کشید تا مردم بتونن اصطلاحاً خودشون رو ریکاوری کنن و برگردن به زندگی معمولی. متشکرم آقای محسن، یکی از شهروندان استان خوزستان با ما. اما کوروش رحیم خانی، مدرس علوم سیاسی دانشگاه ایالتی نیویورک در جنسی و از سیراکیوز نیویورک با ما هستند. آقای رحیم خانی اهل جنوب ایرانند و شهر شوش هم هستند و از ناظران به تحولات در این منطقه. آقای رحیم خانی، به نظر شما علت محرومیت 14 دهه‌ای استان خوزستان چیه؟ سلام و شب همگی بخیر. خب خوزستان با شکاف ها و گسلهای متعدد اجتماعی مواجه است. توی این 14 هم همین مطالبات و این گسلهای اجتماعی و نارضایتی اجتماعی انباشته شده و حکومت هم تا الان توی این 14 راه حلی یعنی برای حل این مشکلات مطرح نکرده. راه حلش هم سرکوب بوده و عملا نتیجه ای نداشته. یعنی مشکلات رو و معضلات اجتماعی که برای مردم و منطقه وجود داشته تلمبار شده، الان هم به یه مرحله ای رسیده که عملا گروه های اجتماعی رو وارد عرصه سیاسی کرده که خیلی به ندرت میتونستن بسیج بشن و وارد عرصه سیاسی بشن. یعنی عملا این ناکارآمدی و ناتوانی و شاید هم تخصیص منابع به جاهای دیگه بیش از این که به کشور به خوزستان بشه، این مشکلات رو به قول معروف تلمبار کرد. یعنی در کل میشه گفت که شکاف‌های اجتماعی متعددی اونجا وجود داره و اون چیزی هم که خوزستان رو متمایز میکنه، همونطور که این دوستمون هم گفت، موضوع نفت توی خوزستان و این یه مقداری بر پیچیدگی خود موضوع تحولات توی خوزستان رو بیشتر کرده. به این خاطر در کل میشه گفت که نظام یا حکومت توی 14 اخیر نتونسته یه راهکاری برای حل این معضلات داشته باشه و عملا هم حالا چه اقلیمی، بیکاری، شکافای دیگه است، هیچ کدوم حل نکرده و عملا الان ما توی مرحله خیلی پیچیده و بورنجی هستیم. آیا فکر میکنید که این سیاست ناشی از ناکارآمدی بوده یا تعمدی بوده؟ خب تعمد رو بستگی داره چطور ما تعریف بکنیم. توی ایران حداقل توی 14 اخیر تخصیص منابع بر نوعی چانه‌زنی مبتنی بوده. یعنی اونایی که بالا بودن بلد بودن برای خودشون منابع رو تخصیص کنن، تخصیص بدن به خودشون، آب رو عوض بکنن، مسیر رو آب رو عوض بکنن. یعنی اونا منابع، یعنی در اصل اون امکان براشون وجود داشت. حالا اگه بخوایم تعمد رو اینطوری در نظر بگیریم، یا مثلا خود بر اساس قوانینی که خود جمهوری اسلامی از مجلس ششم به بعد تصویب شده، به قانون 2 در 1000 قرار بوده که 2 در 1000 درآمدهای نفتی رو به مناطق نفتخیز اختصاص بدن و بعدم شد قانون 2 در 100.
این الان کجاست؟ چقدر شما الان مثلا همین مسئله شرکه طالقانی رو مثلا الان دوستان و این حادثه‌ای که رخ داده، این منابع کجا در اختصاص پیدا میکنه؟ چه شفافیتی وجود داره که این منابع میرسه دست اینا؟ قرار بوده به سر پروژه های عمرانی بشه. همونطور که گفتم لایه‌های متعددی وجود داره و این حالا یا تعمد یا عدم یا ناکارآمدی حکومت در حل معضلات اجتماعی همه رو برد یه جای خیلی پیچیده‌ای که کلاف سردرگم ایجاد کرده که مشخص نیست چطور میشه حل و فصل بشه. آقای رحیم خانی، با توجه به تنوع قومی که استان خوزستان داره، این احساس محرومیت نسبی که در بین مردم خوزستان هست چه تأثیری بر هویت ملی اونا داره؟ خوزستان خب متشکل از عرب هاست، لور هاست، فارس و اقوام دیگه. این حالا این محرومیت چطور میتونه یه لایه‌ای به لایه‌های دیگه از این اختلافات اضافه بکنه؟ خودش واقعا وجود داره و این مسئله رو هم پیچیده کرده. ولی قبل از هر چیزی که میشه گفت اینه که چون خوزستان نفت داره همه چیز امنیتی شده دیگه، یعنی همه حل فصل همه مسائل از زاویه امنیتی بهش نگاه میکنن. حالا این چه تأثیر رو هویت ملی گذاشته؟ واقعا باید یک کار پیمایشی انجام بده. من الان مثلا خب فعلا مشاهدم رو میتونم بگم، یعنی واقعا این نظام های از این دست کاری میکنن که امکان دیدن جامعه وجود نداره، برای هم برای خود اونایی که روی این موضوع کار میکنن و هم خود سیستم نمیتونه ببینه چه چیزی داره، چه پیشبینی بکنه چه چیزی داره اتفاق میفته. به این خاطر اینکه واقعا چه تأثیری گذاشته روی هویت ملی یه سوالیه که واقعا باید پیمایش بشه، بره اندازه گیری بشه. من نمیدونم واقعا چطور میشه بهش جواب داد، ولی واقعا مسئله پیچیده ایه. این مسئله خوزستان بسیار بغرنج و پیچیده است، لایه‌های متفاوتیه و نفت هم اضافه بر اون. متشکرم. کوروش رحیم خانی، مدرس علوم سیاسی با ما. آلودگی هوا در تهران و بعضی دیگر از شهرهای بزرگ ایران در روزهای گذشته مدارس و دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشانده. اورژانس کشور میگوید نزدیک به 8000 نفر تنها در 3 روز به دلیل مشکلات تنفسی و قلبی به مراکز درمانی مراجعه کردند. مسئولان دلیل ادامه این بحران را اجرا نشدن قانون هوای پاک می‌دانند، قانونی که 2 سال پیش تصویب شد، اما 18 نهاد و سازمانی که مسئول اجرای آن هستند به جای اقدامی جدی تنها به امید باد و باران نشستند. باران عباسی گزارش می‌دهد. صورت‌های ماسک زده این روزها در تهران به صحنه‌ای عادی تبدیل شده. ذرات معلق که معمولاً در فصل سرما کیفیت هوا را بحرانی می‌کند، امسال هنوز زمستان نرسیده نفس‌ها را به شماره انداخته. در هفته آخر آذر به جز یک روز مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها در پایتخت تعطیل بودند. از اول ماه هوای تهران هیچ روزی پاک نبوده و 15 روز در محدوده ناسالم برای گروه‌های خاص یا ناسالم برای همه قرار داشته. اگر وضعیت هوا را از اول مهر امسال در نظر بگیریم، 30 روز هوا ناسالم بوده. مقامات میگویند در خانه بمانید و ورزش و فعالیت‌های سنگین هم انجام ندهید. توصیه‌ای که خیلی‌ها امکان انجام آن را ندارند. ریم ناراحته. ولی خب چاره چیه؟ میتونم نیام بیرون؟ نمیشه که. یه روز نیست، دو روز نیست. زمستون همش همینه. یه فکر اساسی باید براش بکنن. این فکر اساسی به گفته نمایندگان مجلس قبلا به صورت قانون در آمده. قانون هوای پاک. قانونی که 2 سال پیش تصویب شده اما خبری از اجرای آن نیست. ما بحث در واقع کیفیت خود را صحبت کردیم، قانونیش کردیم. بحث در واقع تغییر یک سری تجهیزاتی که در خودروها باید اتفاق بیفته، کیفیت سوخت رو مد نظر قرار دادیم. یک بخشی از اقدامات خب انجام شده، ولی یک بخشی به انهای مختلفه، به بهانه‌های مختلف متاسفانه مورد عنایت در واقع مجریان واقع نمیشه. قانون هوای پاک 18 نهاد مختلف از جمله وزارت صنعت، کشور و شهرداری ها را موظف به هماهنگی و انجام اقداماتی برای کاهش آلودگی هوا می کند. از جمله ممنوعیت خرید و فروش و تردد وسایل نقلیه فرسوده، معافیت مالیاتی برای دارندگان خودروهای دوگان سوز و الکتریکی و البته نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی. ناوگانی که بخش بزرگی از آن فرسوده است. اتوبوس‌ها و قطارها به شدت شلوغند و استفاده از آنها راحت نیست. رئیس شورای شهر تهران هم خود در ردیف منتقدان است. تا
تأمین ارز برای مترو و اتوبوس‌های برقی و گازسوز شهری به عهده دولت است و حاکمیت باید در مورد تبدیل انرژی گرمایشی شهرها از گاز به انرژی الکتریسته تصمیم بگیرد. تعداد اتوبوس‌های تهران طی 10 سال گذشته قرار بوده با 30% افزایش از 7000 دستگاه به 9000 برسد، اما به دلیل فرسودگی 20% هم کاهش داشته. حتی افزایش ناگهانی و شدید قیمت بنزین در هفته‌های گذشته باعث نشده تا مردم وسایل نقلیه عمومی را به ماشین‌های شخصی ترجیح دهند. مردم مجبورند برای رسیدن به محل کارشون از حمل و نقل شخصی استفاده کنند. حمل و نقل عمومی اصلاً پیش بینی نشده. انتظار من داشتم که از این افزایش قیمت یه درصدش هم برای تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی در نظر بگیرن که متأسفانه موضوع دیده نشده. اما آلودگی هوا تنها مربوط به تهران نیست. استانهای البرز، اصفهان و مرکزی و شهرهای بزرگی مثل مشهد و تبریز هم شرایط مشابهی دارند. اورژانس کشور میگوید ظرف 3 روز نزدیک به 8000 نفر به دلیل مشکلات قلبی و تنفسی ناشی از آلودگی هوا به مراکز درمانی مراجعه کردند. آلودگی هوا سال هاست که یکی از مشکلات اصلی زندگی در تهران بوده. از مونوریل تا انتقال پایتخت ایده هایی بوده که در دهه های اخیر دولت ها برای رفع این مشکل مطرح کردند. با این حال در این آسمان تیره نشانه ای از تغییر به چشم نمی خورد. تنها باران است که گاهی هوا را مخصوصا در زمستان قابل تحمل می کند. باران عباسی، بی بی سی. لبنان برای چندمین شب متوالی شاهد درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی بوده و امروز خبر رسید که تدابیر امنیتی در نقاط مختلف بیروت افزایش یافته. تظاهرات معترضان که از 2 ماه پیش شروع شد اغلب با آرامش همراه بود، اما در حدود 1 هفته گذشته درگیری مستقیم با نیروهای امنیتی صحنه اعتراضات را خشن کرده. تا به حال در این خشونت‌ها حداقل 65 نفر زخمی شدند. نیروهای پلیس هم از زخمی شدن حداقل 20 مأمور در این خشونت‌ها خبر دادند. محمد امینی با جزئیات بیشتر. لبنان درگیر التهاب سیاسی و اعتراض به فساد و بی‌عدالتی، حالا اضافه شدن خشونت و درگیری. درگیری‌ها فقط میان دو طرف اصلی نیست. معترضان با نیروهای امنیتی و مخالفان برگزاری تظاهرات با معترضان. گزارش‌ها از آرام بودن لبنان در سه‌شنبه شب حکایت داشتند، ولی نیروهای امنیتی در تلاشند تا جلوی درگیری میان معترضان و مخالفان معترضان را با نصب بلوک‌های بتونی و سایر روش‌های کنترلی بگیرند. همچنین خبر رسیده که گروهی از جوانان شیعه پس از انتشار ویدیویی که از نظر آنها اهانت به مقدسات تشیع خوانده شده، با خود پلیس در بیروت درگیر شدند. گروه‌هایی از جوانان شیعه که بنابر این گزارش‌ها هواداران حزب الله و جنبش عمل هستند، با آتش زدن خودروها و پرتاب سنگ و ترقه‌های آتشزا با پلیس درگیر شدند. لبنان 2 ماه است که به خاطر مسائل اقتصادی و سیاسی با اعتراضات دست و پنجه نرم کرده. اعتراضات به کنارگیری سعد حریری از نخست وزیری منجر شد. پیدا کردن جانشین برای آقای حریری هم به خاطر مسائل حزبی و سیاسی تا به حال به نتیجه خاصی نرسیده. فساد مقامات حکومتی و افزایش نارضایتی از اوضاع صداها برای کنار رفتن مسئولان را بلند کرده. لبنان از زمان جنگ داخلی 15 ساله تا کنون بدترین بحران اقتصادی خودش را تجربه می کند. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود میگوید این خطر وجود دارد که در یک افزایش 20% نیمی از جمعیت لبنان به زیر خط فقر سقوط کنند. فضای سیاسی و اجتماعی لبنان با همه ویژگی های تاریخی و قومی که دارد، حالا اثر 2 مسئله را با گوشت و استخوان دارد لمس می کند. یکی سقوط اقتصادی بعد از سالها فضای بن‌بست‌گونه سیاسی و پیامدهای 8 سال جنگ خانمانسوز در کشور همسایه سوریه. سازمان هواشناسی ایران میگوید آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و بزرگ و استان تهران تا هفته ی آینده ادامه خواهد داشت. این سازمان هشدار داده اگر آلاینده‌های شهری کاهش نیابد، احتمال رسیدن آلودگی هوا به حد ناسالم برای همه گروه‌ها هست. در هفته‌های گذشته آلودگی هوا زندگی مردم را در بسیاری از شهرهای ایران مختل کرده و جان و سلامت بسیاری از آنها را به خطر انداخته. اینجا در استودیو با ما دکتر حامد صالحی، پزشک و مدرس دانشگاه. آقای دکتر،
دکتر، بیشتر بهمون بگید که تأثیرات که بر سلامت مردم میگذاره این میزان از آلودگی هوا چیه؟ میتونیم تقسیم بکنیم به دو دسته جسمی و روحی. تأثیرات جسمی روی در واقع سیستم تنفسی هست، باعث بیماری های مثل آسم، آمفیزم، بیماری های مزمن انسدادی ریه در کودکان، باعث اختلالات تنفسی حاد میشه، باعث آسیب های قلبی میشه، قلبی عروقی میشه، تأثیر منفی بر پوست خواهد گذاشت، باعث اختلالات تناسلی میشه و در واقع چیزهای جزئی مثل سوزش چشم، سوزش گلو، بینی رو باعث میشه. اگه سوال بکنیم که چرا، دلیل مختلف خواهد داشت. برای سیستم تنفسی و قلبی، بدن برای جذب اکسیژن احتیاج داره که فشار بیشتری به خودش بیاره و این باعث تأثیر منفی روی این سیستم ها میشه، باعث از بین رفتن سلول های سالم میشه، باعث میشه که در واقع شانس سرطان ریه رو بالا ببره. از نظر اختلال ذهنی چیزای بسیار ساده مثل سردرد، کم حوصلگی، گاهن باعث کاهش تمرکز، کاهش هوش و این بیشتر به خاطر سوالی که پیش میاد آقای دکتر اینی که یک در مقطعی انجام میشه و هر سال در یک زمان خاصی آلودگی هوا خیلی میره بالا، آیا در همین زمان کوتاه هم همه این آسیب ها؟ خیلی سوال خوبیه. چقدر تأثیر میکنه به عوامل مختلف بستگی داره، به اون مدت زمانی که شما در معرض اون قرار میگیرید، به سنتون، به اون بیماری زمینه‌ای که امکان داره داشته باشید و به سلامت جسمی عمومیتون ربط میتونه داشته باشه. منتها مثلا که چیکار میشه کرد، مسلما یه بخشیش کارهای زیربناییه که در واقع باید دولت انجام بده، از رد خارج کردن ماشینایی که الان داره کار میکنه، سیستم های اینا واسه دراز مدته، سیستم حمل و نقل عمومی باید اصلاح بشه. قرار بود که ماشینای اتوبوس همه فیلتر بخوره که در واقع به خاطر هزینه خیلی زیادش که 100 میلیون تومان بوده فقط 20 تاشون انجام شده و کوتاه مدت دولت کاری که میتونه بکنه کاری که داره میکنه، مدارس رو ببنده و در واقع که اینا کوتاه مدت. مردم چه کار میتونن بکنن؟ بسیار سوال خوبیه. مسلما اون کاری که الان میشه کرد اینه که آسیب رو به کمترین حد ممکن رسون. از خونه بیرون نیان اگر ضروری نیست، اگر میخوان بیان عصر بیان بیرون، از ماسک استفاده بکنن، اون رژیم غذاییشون رو خیلی بهتر بکنن، سبزیجات، میوه‌جات، آب و ورزش که سلامتی عمومیشون بره بالا. منظورتون از سبزیجاتون یعنی گوشت کمتری مصرف کنن؟ مسلما گوشت بخش مهمی از یک رژیم غذایی مونتا این ثابت شده که سبزیجات و میوه‌جات اثر آنتی اکسیدان دارن که میتونن آسیب‌های منفی بر سلول‌های بدن رو کم بکنن. آب هم باید خیلی زیاد بخورن. متشکرم از شما دکتر حامد صالحی اینجا در استودیو با ما. بازار مسکن ترکیه برای ایرانی ها جذاب تر شده. یک دلیل آن آسان تر شدن شرایط تابعیت ترکیه است. تا پارسال متقاضیان شهروندی ترکیه باید خانه های به ارزش حداقل 1 میلیون دلار می خریدند. اما حالا این رقم به 250 هزار دلار کاهش پیدا کرده. مرکز آمار ترکیه می گوید که ماه گذشته میلادی ایرانی ها در بین خریداران خارجی مسکن در ترکیه رتبه دوم را داشتند. فؤاد مسیحا گزارش می دهد. بازار داغ خرید خانه در ترکیه. ایرانی ها از خریداران اصلی هستند، با خرید 500 خانه در ماه نوامبر پس از عراقی ها. روس ها، افغان ها و سعودی ها به ترتیب در رتبه های بعدی هستند. مرکز آمار ترکیه اخیراً در گزارشی گفته در 9 ماه اول سال 2019 بیش از 11% از خریداران خارجی مسکن در این کشور ایرانی بودند، رقمی که نسبت به سال قبل نزدیک به 64% بیشتر شده. اما چه شده که ایرانی ها این گونه سرمایه هایشان را در ترکیه خرج می کنند؟ به خاطر شرایط نامشخص سیاسی و همچنین وضعیت بغرنج اقتصادی که تو ایران حاکمه، مردمی که نمیتونن به کشورهای آمریکایی مثل ایالات متحده یا کانادا مهاجرت کنند یا کشورهای اروپایی، ترکیه را انتخاب میکنند. ترکیه در سالهای اخیر قوانین مهاجرتیش را عوض کرد و شرایط گرفتن شهروندی آسان تر شد. دولت امیدوار به جذب سرمایه های خارجی است. و آنطور که از آمار و ارقام برمی آید تا این جای کار این سیاست جواب داده. من فکر میکنم که یک اولین علتش اینه که ناامنی سرمایه گذاری تو ایرانه، امنیت برای سرمایه گذاری نیست، اونجا امنیت بیشتری هست،
و سرمایه توی ترکیه چون با یورو اتفاق میفته اسمینان بیشتری نسبت بهش هست. دوم این که بابت سرمایه گذاری که اونجا میکنی سرویس بهتری میگیری و آپشنای بهتری رو داری. مثلا اگه بخوای 250 هزار دلار اونجا خرید کنی کیس های بهتر و مطمئن تری رو داری نسبت به ایران. ایران این روزها حال خوشی ندارد. وضعیت بد اقتصادی، گرانی و سختی های زندگی مدتی است که صدای اعتراض مردم را درآورده. آنهایی هم که دستشان به دهنشان میرسد گاهی هوای آلوده راه نفسشان را میبندد، گاهی آب به زندگیشان میافتد و گاهی هم از فضای بسته سیاسی و سبک زندگی مورد تایید حکومت شکایت دارند. ترکیه اما با آب و هوای مدیترانه‌ایش، با آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی بیشتر و از همه مهمتر شاید با فرهنگ آشنایش، مقصدی نزدیک و دلفریب برای ایرانی‌هایی است که به دنبال سبک زندگی دیگری هستند. اما اینکه آینده پول هنگفتی که ایرانی‌ها با خود به ترکیه می‌برند چه خواهد شد، خود سوال بزرگی است. کشوری که در سال‌های اخیر گرفتار تورم، بیکاری و رشد منفی اقتصادی شده و قیمت خانه و زمین هم آنجا الزاماً ارزان‌تر از ایران نیست. خواستم اگر خدای نکرده فردا مشکلی چیزی تو ایران پیش بیاد بتونم با خانواده‌ام اونجا باشم و گذران عمر کنیم ببینیم تا خدا چی می‌کنه. فؤاد مسیحا، بی بی سی. امیررضا طهماسبی، کارشناس امور املاک از ازمیر ترکیه با ماست. آقای طهماسبی، چقدر تغییر مشاهده کردید در میزان تقاضا از جانب خریداران ایرانی در ازمیر؟ درود به همه ایرانیان عزیز و گرامی. ما در این سالهای اخیر خب مهاجرت خیلی به ترکیه زیاد شده و به خصوص در واقع خرید ملک هم زیر 250 هزار دلار برای داشتن اقامت بلند مدت و هم بالای 25 هزار دلار برای اخذ پاسپورت و شهروندی ترکیه. تعدادش، آماری که بخوام خدمتتون دقیق عنوان بکنم شاید آمار دقیقی نباشه توی خصوص، ولی با توجه آماری که اعلام شد نزدیک به 986 نفر تونستن با توجه به خرید ملک 25 هزار دلار شهروندیشون رو بگیرن و تعداد زیادیشون هم توی ازمیر، این اتفاق استانبول و ازمیر بیشترین آمار خرید ملک رو دارن می‌زنن. علت جذابیت ازمیر برای ایرانی ها چیه؟ علل های مختلفی داره. عرضم به حضورتون که اولا که نزدیک بودن مرز جغرافی ایران و ترکیه و تردد آسان مردم ایران به کشورمون، پایین بودن قیمت ملک یا هم تراز بودن قیمت ملک و کشور، عرضم به حضورتون که نزدیک بودن فرهنگ و زبانشون به زبان فارسی، بهره‌مندی از خواستهای اولیه زندگی و انتقال سرمایه و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلفی که در ترکیه هستش، این مسائل باعث شده که بیشتر مردم به ترکیه رجوع کنند نسبت به کشورهای همسایه. آقای طهماسبی، افرادی که شما باشون برخورد داشتید از کدام طبقه اجتماعی بودن؟ به هر حال 250 هزار دلار مبلغ کمی نیست برای سرمایه گذاری در ترکیه. عرضم به حضورتون قشر خاصی اگه بخوایم به حساب بیاریم، خب بیشتر عمومی که الان تشریف بودن قشر متوسط، یعنی زیر 250 هزار دلار خیلی خرید داشتن توی ترکیه. بالای 250 هزار دلار بیشتر خب کسایی بودن که خب پزشک بودن، متخصصی بودن، سرمایه‌داری بودن، کارخانه‌دارا مخصوصا که همیشه ابراز کردن که آقا به خاطر نبودن مواد اولیه کارخونه‌مون تعطیل کردیم، سرمون انتقال داریم اینجا یا پول اون دست مردم بوده ما اومدیم اینجا. یه سری پزشکای متخصصمون هستن تشریف آوردن، عرضم نویسندگان چند نفر تشریف آوردن اینجا ما خدمتشون هستیم. یعنی از همه قشر شما در نظر بگیرید اینجا اصلا قشر ضعیف، قشر متوسط و قشر سرمایه‌داری کشور، حتی قشر فرهنگی هم خیلی زیاد هستن اینجا. ملک بالای 250 هزار دلار حق شهروندی ترکیه میده، زیر 250 هزار دلار چه در واقع فوایدی داره برای کسی که ملک میخره؟ فوایدش اینه که میتونه اینجا اقامت بلند مدت داشته باشه تا 5 سال. بعد از 5 سال درخواست اقامت میکنه که حالا اونم یه سری مراحل دیگه رو انجام بشه، بعد درخواست شهروندیشو اعلام میکنه و بعد از بررسی و تحقیقات پلیس و
یه سری آزمایشات از شهروندی ترکیه همونا بر من جن. بالا پایین رفتن قیمت ارز در داخل ایران آیا تأثیری داره بر میزان تقاضای ملک در ترکیه؟ بالا وقتی خب نرخ ارز نسبت به ایران پایین میاد، خب تعداد متقاضی‌ها بیشتر میشن، چون پولشون بیشتر میرسه به قیمت خرید ملکی که میخوان مثل مورد نظرشون. وقتی خب قیمت بالا میره، خب بیشتر دچار مشکل میشن، بعد ریالشون تبدیل به دلار کنن، بعد بیان تبدیل به لیر بکنن، به همین خاطر اون خونه مناسبی که مد نظر شاید نتونن دریافت کنن. متشکرم از شما حمید رضا طهماسبی، کارشناس امور املاک از ازمیر ترکیه با ما.